فیصله بر استضاح رئیس عمومی امنیت ملی از خوی ولسی جرگه. درخواست عالمان دینی بر بیرون کردن نیروهای خارجی از کشور. و رئیس اداره استخبارات مرکزی امریکا با رهبر کره شمالی دیدار کرده است. برام خدا و با عرض سلام به مجموعه خبرین ساعت از کابل نیوز خوش آمدید. مشروع خبرها. پلیس جرگه فیصله کرده است که مسعود استانکزی رئیس امنیت ملی را استضاح کند. بر اساس فیصله رؤسای کمیته های پلیس جرگه قرار است روز چهارشنبه مسعود استانکزی رئیس امنیت ملی از سوی پلیس جرگه استضاح شود. اما برخی از اعضای جرگه این فیصله رؤسای کمیته را نادرست می‌خوانند و می‌گویند که برخی از وکیلان به دلیل مخالفت سیاسی با حکومت برای استضاح وی امضا جمع‌آوری کردند. بر اساس فیصله رؤسای کمیته های ولسی جرگه، مسعود استانکزی رئیس امنیت ملی روز چهارشنبه هفته آینده از سوی ولسی جرگه استضاح می شود. هرچند این فیصله رؤسای کمیته های ولسی جرگه نهایی نیست، اما برخی از اعضای ولسی جرگه با این فیصله موافق نیستند. اعضای ولسی جرگه می گویند که شمار از وکیلان به حکومت مخالفت سیاسی دارند. از همین رو تلاش میکنند تا فیصله های حکومت را در ولسی جرگه با مشکل مواجه سازند و مقام های حکومتی را استضاح کنند. اعضای ولسی جرگه میگویند که امضاها برای استضاح مسعود استانکزی بر اساس طرز العمل های لازم جمع آوری نشده و بنیاد قانونی ندارد. رای گیری کرد، 5 نفر موافق بود به استضاح، 12 نفر دیگه موافق نبود. اما بعد از او سر صدا یا غالمغال در کمیته رؤسا به شکل کمی بالا گرفت، به اعتراض 12 نفر از کمیته رؤسا بیرون شد. اما بعد از نیم ساعت وارد آجندا میشه. سوال برانگیز است. هی تکنلری چې د شورا ګروغان ونسی د خپل مامیره ګرو د پاره د غلاو د پاره اخر به ستان اگزام د تراسي د عمر ځخلوال حساب دین جوړ شي. دا استزا کاملن مجوره ده. د ولسی جرګه نور رساب محترم د خدای په لاس ما بدنامه کوا چې د کوم ورځ سمایون دغه ماوینه ترغلی دي د شورا نه پروش کال شورا جندره ده. یو ورسته استزا بل ورځ نه سات استزا دي بل ورځ د حکومت استزا دي بل ورځ شورا مهرباني وکړه جناب رساب د چاپلار دغه استزا رئیس ولسی جرگه میگوید که امضای کافی برای استضاح مسعود استانکزی جمع آوری شده است و فیصله رؤسای کمیته نیست بر اساس همین امضاها صورت گرفته است. رئیس ولسی جرگه میگوید که این پروسه بر مبنای قانون عملی خواهد شد. ببینین قانون اساسی وجود داره، اصول وظایف داخلی وجود داره. شما اعضای محترم به حیث متقاضیان استضاح شما امضا کردین، هیئتی دار امضا نکرده، شما امضا کردین به حیث وکیل، خواهر است، برادر است، دمی تالارشه امضا کردین، این تقصیر هیئت اداری است. دو، اجازه بدین، دو، وقتی که ایره شک دارین، وقتی که ایره شک دارین امی مطابق به اصول رفتار نشده، قانون صراحت داره مطابق به قانون صحبت بکو وکیل سیب، مطابق به قانون این امیر شامل اجنده بساز، پیشنهاد بکو چیزی که اصول میگه قانون میگه. ولسی جرگه در حال فیصله استضاح رئیس امنیت ملی را صادر میکند که هفته گذشته نیز وی از سوی ولسی جرگه استجواب شده بود، اما سوال های وکیلان را در عقب دروازه های بسته پاسخ گفته بود. عالمان دین در هرات میگویند تا زمانی که نیروهای خارجی کشور را ترک نکنند صلح در افغانستان تامین نمی شود. عالمان دین با برگزاری نشست گفتند که صلح در شرایط کنونی تامین نمی شود زیرا افغانستان عملا اشغال شده است و نیروهای خارجی عوامل اصلی ناامنی ها هستند. عالمان دین هشدار می دهند که اگر حکومت به خواست آنان پاسخ نگوید انتخابات آینده را تحریم خواهند کرد.
شماری از عالمان دین در ولایت هرات با ابراز نگرانی از وضعیت جاری در کشور هشدار دادند که ادامه این وضعیت افغانستان را با مشکلات بیشتر مواجه خواهد کرد. عالمان دین نیروهای خارجی را عامل اصلی تمام مشکلات می‌خوانند و می‌گویند که حضور نظامیان خارجی در افغانستان سبب بی‌ثباتی کشور شده است. به گفته آنان تا زمانی که افغانستان در اشغال خارجی‌ها باشد، تأمین صلح در کشور ناممکن است. کسانی که امروز در افغانستان دائیه عزیز دارند که واقعا افغانستان تحت اشغال قرار گرفته، افغانستان تحت هجوم قرار گرفته، مقدرات ملت مسلمان افغانستان تهدید میشه توسط نیروهای خارجی، طبعا تا حضور نیروهای خارجی باشه زمینه و بستر برای تأمین صلح در افغانستان طبعا مساعد نخواهد بود. با وجود خارجی نه علما میتوانند بگویند که صلح میشه، نه زبان علما باز شده میتواند و نه هم علما میگویند که صلح میکنیم. اگر عالمی هم که میگوید که ما صلح با وجود خارجی میاریم، از لفظ صلح تعبیر غلط میکنه. اون طور بگوید با وجود خارجی ما تضمین میکنم که جانب مقابل تسلیم کنم. اگر میتواند برو او گوی میدان تسلیم کنه، 17 سال تسلیم نشده بود، او حالا با یک سال رو بیاره تسلیم کنه. عالمان دین حملات هوایی اخیر بر مدارس دینی در کندوز و فراه را محکوم کردند و از حکومت خواستند تا از خانواده های قربانیان این رویداد پوزش بخواهند. آنان هشدار دادند که اگر حکومت خواستهایشان را نپذیرد، انتخابات آینده را تحریم خواهند کرد. در صورت تعلل و تاخیر و نادیده گرفتن خواستهای مشروع جامعه روحانیت افغانستان، در حقیقت خواستهای مشروع قاطبه ملت افغانستان است. در او صورت اگر این خواستهای مشروع قبول نشوه، به پاسخ مثبت داده نشوه، در اون صورت گزینه تحریم انتخابات به شدت مطرح است. علمای افغانستان و ملت افغانستان، جامعه روحانیت افغانستان در مورد تصمیم خود گرفت و خواهد داشت. عالمان دین میگویند اگر حکومت از آنان بخواهد، حاضر هستند تا میان طرفهای درگیر جنگ میان جیگری کنند. و گفته آنان حکومت افغانستان برای تامین صلح باید به عوض کشورهای خارجی به خود افغانها مراجعه کند. وقتی که از طرف درگیر دعوت به عمل نیاید، در ازبکستان، در فلان کشور دیگر مانند اندونزیا، چگونه میتونه صلح بیاید؟ و با صلح در خارج نمیتونه بیاید. جنگ اینجاست، بدبختی اینجاست و مصلحین امت هم همینجاست. علمای ربانی که هیچگاه طرفداری خود را از باطل اعلان نکردند، اونها به اینجا هستند. علمان دین در حال خواهان خروج نیروهای خارجی از کشور هستند که بر اساس استراتژی جدید رئیس جمهور آمریکا در قبال افغانستان، تعداد نیروهای خارجی در کشور افزایش می‌یابد و این نیروها عملاً دوباره وارد میدان جنگ شدند. مردم بر انتخابات بی باور شدند و با توجه بر روند نام‌نویسی برگزاری سرتاسری انتخابات ناممکن است. اعضای ولی شرگه میگویند در حالی که از آغاز در روند نامنویسی رای دهندگان چندین روز سپری می شود، اما مردم هنوز بر رفتن به مراکز رای دهی دلخوش نمی کنند، زیرا آنان اعتمادشان بر انتخابات را از دست دادند. اعضای جرگه میگویند در حالی که بر ساحات زیاد کشور طالبان مسلح حاکمند، بناهن برگزاری انتخابات سراسری در تمامی مناطق و ولسوالی ها ناممکن به نظر می رسد. روند نام نویسی رای دهندگان برای اشتراک در انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها از یک هفته به این سو آغاز شده است، اما تنها تعداد انگشت شمار افراد به این مراکز می روند که بیشتر آنان را نیز مامورین دولتی تشکیل می دهد. ظاهرا مردم دیگر علاقمند اشتراک در روند انتخابات نیستند و برخی ها حتی در رابطه با روند نام نویسی نیز معلومات ندارند. اعضای ولسی جرگه بی باوری مردم بر انتخابات را عامل شرکت کم رنگ مردم در روند نام نویسی می خوانند و می گویند که بیشتر مردم بر نتایج این پروسه باور ندارند. توجه به تقلبی که در گذشته ها در انتخابات صورت گرفت، بی‌باوری مردم نسبت به این پروسه، اینا یک روندی را آغاز کردند که اصلا خود مردم هم نمی‌دانند. چند روز از پروسه ثبت نام آغاز، ثبت نام می‌گذرد تا حالا 42,000 نفر ثبت نام کرده. این روند اگر میرقم پیش بره، ما فکر می‌کنم یک ضربه کلان به دموکراسی است. متأسفانه روی اطلاع رسانی نشده، کارشناسی نشده، مردم آگاهی ندارند. در شهر هرات در چند روز گذشته که ما در جریانیم، در بعضی از سایت ها 4 نفر، در یکی از سایت ها 7 نفر ثبت نام کرده.
سوال اصلی و اساسی اینجاست جناب رئیس، از حکومت سوال شود آیا این مردم امنیتش فقط در روز انتخابات مهم است، برای رای دادن مهم است اینا محفوظ و زنده بمانند؟ با تازگی جنگجویان مسلح در منطقه فیروزکو مرکز ولایت غور شماری از منصوبان پلیس و کارمندان یک مرکز انتخابات را ربودند. اعضای ولسی جرگه می گویند در وضعیت که مراکز رای دهی در مراکز ولایات مسئول نیست، برگزاری انتخابات در سراسر کشور چگونه امکان خواهد داشت؟ همی لحظه دشمن بر مردم آنقدر اخطار داده است، اگر تذکیرهای شما ثبت راجستر انتخابات شوه، شما یعنی زندگیتان در خطر است. به همی دلیل است که مردم اوقدر اشتراک نمیکنه، علتش امیت مخالفین مسلح میان، هم کارمندان ثبت نام و هم دو نفر پلیس دستگیر کرده میبرن. یعنی وضعیت امنیتی در سطح افغانستان خصوصا در ولایت غور خیلی خراب است. اعضای ولسی جرگر روند فعلی کمیسیون انتخابات را ناکام میخوانند، زیرا به باور آنان امکان توزیع تذکره در تمام مناطق کشور وجود ندارد و بیشتر مردم به خصوص زنان تذکره ندارند. تمام افغانستان 1.5 میلیون یا 2 میلیون نفر ثبت میکنین و با 2 میلیون نفر 5 ماه بعد برتان کمیسیون انتخابات میگه که ما نمیتونیم انتخابات بکنیم، به خاطر که 2 میلیون نفر ثبت نام کرده. وقتی که 2 میلیون انسان شرکت میکنه، مسلمه که این انتخابات مشروعیت حقوقی و قانونی خود را نداره و خودش سرآغاز یک مرحله تنش‌زا در روند دموکراسی افغانستان قرار خواهد گرفت. که مردم نسبت به انتخابات مایوس بود، به خاطر انجام یک انتخابات شفاف شیوه تغییر خورده. این شیوه انتخابات کاملا برای مردم افغانستان یک چیز جدید هست. لازم است که کمیسیون مستقل انتخابات در پنج ماه به برگزاری انتخابات یک برنامه آگاهی دیر داشته باشد. هرچند حکومت افغانستان از برگزاری شفاف این دوان اطمینان می‌دهد، اما طالبان مسلح در بیشتر ولایات به مردم هشدار دادند که از اشتراک در این دوان خودداری کنند. از سوی دیگر رئیس جبهه ملی نوین افغانستان می‌گوید که حکومت عمدن انتخابات آینده پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها را به بحران می‌کشاند. انوار لقهدی که به یکی از مراکز نامنویسی رای دهندگان شهر کابل رفته بود، مانند گذشته این بار نیز بر انتخابات آینده ابراز بی‌باوری کرد و افزود که حکومت اراده جدی برای برگزاری انتخابات شفاف و سراسری ندارد. این چهره مخالف سیاسی حکومت وقت تعیین شده برای نامنویسی را اندک می‌خواند و از مسئولان کمیسیون انتخابات می‌خواهد تا این روند را تمدید کند. از روند نامنویسی برای انتخابات آینده نزدیک به یک هفته سپری می شود و بر اساس معلومات کمیسیون تا هنوز تنها 76 هزار تن نامنویسی کردند که این اشتراک کمرنگ مردم جریان‌های سیاسی را نگران ساخته است. رئیس جبهه ملی نوین افغانستان روز چهارشنبه در روند نامنویسی رای دهندگان اشتراک کرد و از عدم شفافیت و مداخله حکومت در این روند ابراز نگرانی نمود. انورالحق احدی می گوید اقدامات حکومت برای انتخابات آینده پارلمانی را کافی نمی‌داند و می‌افزاید که حکومت عمدن می‌خواهد تا انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها را به بحران بکشاند. متاسفانه حکومت وحدت ملی مثل دیگر مسائل برای 3 سال تصمیم گرفته نتانست و آل و کاری که باید ظرف 1 سال یا 2 سال میشد او را میخواید ظرف 2 ماه انجام بده، ولی و با وجودی که ما اطمینان نداریم از نه شفافیت انتخابات اطمینان داریم، نه شفافیت پروسه انتخاب اطمینان داریم، اما بدیل دیگه هم فعلا نیست. از سوی دیگر احدی می افزاید که بدون انتخابات راه دیگری نیز وجود ندارد، اما زمان روند نامنویسی باید تمدید شود تا در انتخابات آینده کسی از حق رای دهی محروم نشود. و همچنان از مسئولان کمیسیون انتخابات می خواهد تا به مردم در رابطه بر روند نامنویسی آگاهی بیشتر بدهند. با وجودی که ما مسئولیت این تأخیر پروسه را سر حکومت بندازیم، این یک پروسه است که راستی هم بسیار مشکل است که در ظرف 2 ماه این تکمیل شود. خواهش ما از کمیسیون انتخاباتی است که اگر امکان داشته باشد این پروسه تمدید شود تا تعداد زیاد مردم ثبت نام کرده بتوانند. انورالحق احدی رئیس جبهه ملی نوین افغانستان همچنان نامزدی اش را در انتخابات ریاست جمهوری سال 2019
نیز اعلام کرد. شرکت برشنامه گوید که تا سه روز دیگر برق کابل و ولایات دیگر کشور به گونه کامل وصل خواهد شد. مسئولان میگویند که تیم تکنیکی از ساعت 4 صبح تا 8 شام کار میکنند و در حال حاضر 50% کار ترمیم پایه منهدم شده تکمیل شده است. از سوی دیگر اتحادیه صنعتکاران افغانستان و مردم میگویند که به دلیل نبود برق کارهایشان کاملا متوقف شده و هر روز میلیون ها افغانی خساره میکنند. از منهدم شدن پایه‌های برق توسط طالبان در ولایت بغلان نزدیک به یک هفته سپری می شود. اما مسئولان این شرکت تا هنوز نتوانستند تمامی کارهای تکنیکی این پایه‌ها را تکمیل کنند. مسئولان شرکت برشنو می گویند که بر ترمیم این پایه‌های برق کار جدی جریان دارد و تا هنوز 50% آن ترمیم شده است. اما می افزند که تا 3 روز دیگر برق کابل و ولایت دیگر کاملا وصل خواهد شد. سخنگوی شرکت برشنو می گوید که از ساعت 8 شب تا 4 صبح برق شهر و ولایت به گونه موقت وصل می شود و در جریان رود به دلیل ادامه کار برق قطع می گردد. دنه که مرغ پرون پیا ودریده په خپل ځای یعنی فاونډیشنونه ورسره بلډینګ شو کاری ور باندې وک تقریبا سالق تین سال ورسره نه کارونه مخکې دي. نن د دوی برنامه دوي چې هغه لینونه چې پریشوي دي داغه لینو وصل به شروع کی او په ځمن کې بل ټیم باید براکټونو د پای د براکټونو باندې خپل کار پیل کړي. موک هوټ په دې لرو چې موک هر څه نظر چوشي کولای د کابل پرښنا وصل کو او ان شاء الله تر نږدې ورځې کې به دا کار پیل. اما مسئولان اتحادیه صنعتکاران ابراز نگرانی میکنند که اگر نبود برق به همین منوال ادامه پیدا کند صنعتکاران و فابریکه ها میلیون ها افغانی خساره مند خواهد شد. آنان همچنین میافزند که در حال حاضر آنان به خاطر استفاده از جنراتور و مصرف تیل و متوقف شدن کارهایشان میلیون ها افغانی خساره مند شدند. کوم دغه غیر منظم پرچویانی کی او برقونه قطکی په سلحه زره ډالر ته توانونه رسی مونږه صنعتکارانو ته او فابریکادارانو ته او دا چې اوس د پایا نړیدل د مونږه تقریبا 100 ورځې مسلسل سلر وسات مونږه برق نه درلوده. نو جنراتور خدای بدل نسی کېدل یا هغه مصارف د تولید نسی پوره کولای نو مجبور ده چې یو کارخانه خپل کار توقف کی بازار توقف وي کارګر بیکار وي نو توان په سلحه زره تاوان رسید. از سوی دیگر شهروندان کابل میگویند که علاوه بر کارهای روزمره کارهای صنعتی تولیدی و تجارتی آنان نیز به برق وابسته است و نبود برق بر زندگی آنان تاثیر منفی گذاشته است. آنان از مسئولان مربوط میخواهند تا در بخش وصل برق و تامین امنیت پایه‌های آن اقدام جدی کنند. تمام وسایل مردم با برق وابسته هستند. مردم برق ندارند، آب ندارند و بعض پختوپزشان هم بالای برق هستند و دولت ما هیچ نوع همکاری در این عرصه نمی کند. روهای مخالفی هر کسی که هست تقاضا داریم که برق لاین یا هر چیزی که پل و پلچک که می خواهید از بین ببرند با مردم مشکلات خلق می کنند. مشکلات خود نگاه سیاسی که دولت هست. مسئولان شرکت برشنا همچنان میگویند که با میانجیگری بزرگان قومی با طالبان مسئله با توافق رسیدند که پس از این آنان به پایه های برق آسیب نمیرسانند. در نتیجه انفجار ماین مغناطیسی در ولایت قندهار قمندان واکنش سریع نیروهای سرحدی با دو سربازش کشته شدند. این رویداد صبح روز چهارشنبه در منطقه سرای فابریکه حوزه چهارم شهر قندهار رخ داده است. مسئولان محلی میگویند که در این انفجار قمندان واکنش سریع پلیس سرحدی یک جاب با دو سرباز و یک فرد ملکی کشته و شمار دیگر نیز زخمی شدند. قمندان واکنش سریع از جمله قمندانان مهم نیروهای سرحدی بود که پیش از این نیز بر خانه وی حمله دستجمی صورت گرفته بود. وره خستو دغه فلانو یک ناس نه مثال نو مشه نه کیږي نو خپل بخبر مچ سره وته بل نه پرښول نو دکان وته فلان شګان. کتاب ناگفته های ارگ تالیف اسماعیل یون یکی از چهره های سیاسی و فرهنگی کشور در کابل بر رونمایی گذاشته شد. اسماعیل یون نویسنده این کتاب معرفی نظر را در جهت تمثیل دموکراسی و برملا ساختن برخی حقایق ناگفته در ارگ مهم تلقی می کند. همزمان با این برخی اشتراک کنندگان محفل رونمایی این کتاب تأکید می کنند که اکنون فرهنگ سیاسی از لحاظ همپذیری تقویت شده است که در نتیجه آن این گونه کتاب به زیور طبع آراسته می شوند.
اما شمار دیگر میگویند که در این اثر مورد ذکر شده که درس خوب برای حکومتداران فعلی است تا میراث بهتری از خود به جا بگذارند. کتاب ناگفته های ارگ تألیف اسماعیل یون از شخصیت های سیاسی و فرهنگی کشور در اینجا بر رونمایی گذاشته شد. اثر که به باور یون و نویسندگان در جهت تمثیل دموکراسی و برملا ساختن حقایق ارگ ریاست جمهوری دوره قبلی مهم تلقی می شود. ولی که مونگ لارد شو دغ دربار چه سپه که تیر شوی دغ قصه بل دربار تا انتقال کو چه کدی که کم بریاوی اغه بریاونه استفاده وشي او کنه ګلټیاوی نیمګلټیاو دی رافه په خاطر باندې اقدام وشي نو او بل دی له خاطر شي انسانان شي دي مجبوریتونه لري ضرورتونه لري حقایق تحریف نه کی نو سش زمون په واسه کې وغه حقایق بل نسل ته انتقال کوشي د افغانستان د آبادی لپاره به استفاده وشي د دیموکراسي پر وړاندې یاد د دیموکراسي د مزل د جریان پر وړاندې کوم خندونه دی هغه څنګه ما وکړ هغه څنګه نه باید گفته شه او گفته میشه یک فرهنګ تابو شکنی هست یه بسیار یک مسئله مهم است در یک کشوری که میخواد به طرف تعالی و ترقی خصوصاً از لحاظ فرهنگی و سیاسی حرکت کنه و یکی از دستاوردهای بزرگ اینمی حالات و نابسامانی ها و جنگ ها و رقابت های سیاسی ولو خوب یا ناخوب درست یا نادرست همی هست که ما تانستیم تا اندازه نظام دموکراسی را تقویت کنیم. به باور اشتراک کنندگان چاپ این کتاب درس خوبی برای حکومتداران فعلی است تا مشکلاتشان را بر دوش حکومت قبلی نگذارند. مهم داده چې دا کتابون را وتل زموږ مشران هغه خصوصا چې په نظام کې دننه کار کوي دی غو نه زده کو کې ترڅو هغه په خپلو پالیسیو کې پراتلونکي کې هغه نیمګړتیاوي رفقی او هغه چې خیز د کړيدي او لیسنز لرن دی هغه ټول کې او هغه تطبیق کړي او هغه د لارې مشال کې او هغه د نوري چي دی هغه نه مخنیوي کوي وس د مغه ارګ فساد دغه ارګ ناغړي هغه ځان ته میراث غني خود خپل خېګني سي ټاپي مي افتتاق کړه کاسازر مي سي د ټاپي اچا خبره او د کاسازر نه پیغم په نویو ملسيزه کې بنیاد یې خودل شوی او دغه پروژو امتیاز اخلي مګر مغه فساد سي د پکې شریک دغه فساد امتیاز باندې ځان شریک نه ګني با این همه اشتراک کنندگان این محفل از نویسنده این کتاب میخوان تا قیمت این اثر را کاهش دهد تا علاقمندان خوانش این کتاب بیشتر شود. این دومین کتاب است که پس از خاطرات زندگی و فعالیت‌های سیاسی رنگین دادفر اسپنتا مشاور رئیس جمهور پیشین به نام سیاست افغانستان روایت از درون به دسترس خوانندگان قرار می‌گیرد. کتاب‌هایی که نقش حکومتداران قبلی در آن برجسته شده است. بازم خوش آمدید در دومه خبرهای جهان. مایک پمپیو رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی ملاقات کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا پذیرفته است که پمپیو هفته گذشته در پیونگ یانگ با کیم جونگ اون ملاقات کرده است. وی از پیشرفت‌های خوب میان دو کشور در جریان این ملاقات خبر داده است. در همین حال گزارش‌های ناتایید شده از سفر رئیس جمهور چین با پیونگ یانگ نیز نشر شده است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید که کشورش هر آن سلاحی را تولید و به دست خواهد آورد که به آن ضرورت داشته باشد. روحانی میگوید که کشورش برای انجام این کار به اجازه و مشوره کس دیگر نیاز ندارد و میگوید که نیروهای متجاوز در همسایگی آنان پایگاه‌های نظامی ایجاد کردند و ایران مجبور است که برای جلوگیری از تهدیدهایی که متوجهش است دست به کار شود. رئیس جمهور ایران همچنان به کشورهای همسایه اطمینان می‌دهد که تهران در برابر آنان اهداف بدی ندارد. میان مشاور اقتصادی قصر سفید و نیک هلی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد جنجال‌های رسانه‌ای آغاز شده است. این جنجال‌ها میان آنان پس از آن آغاز شد که نیک هلی هفته جوری از پلان وضع تحریم‌های جدید آمریکا بر برخی کمپانی‌های روسی به دلیل فراهم ساختن سلاح و تجهیزات به حکومت سوریه خبر داد. اما مشاور اقتصادی قصر سفید نیک هلی را از لحاظ فکری مغشوش خواند و افزود که در حال حاضر اقدامات دیگر بر ضد روسیه روی دست نیست.
نرندرا مودی صدر اعظم هند برای اشتراک در کنفرانس کشورهای مشترک المنافع به لندن سفر کرد و قبل از اشتراک در این کنفرانس با تریزا می صدر اعظم بریتانیا نیز ملاقات کرده است. در شبکه کشورهای مشترک المنافع که رهبری آن را ملکه بریتانیا بر عهده دارد، 53 کشور عضویت دارند که در گذشته مستعمره بریتانیا بودند. بریتانیا می خواهد که پس از خروج از اتحادیه اروپا روابط تجارتیش را با این کشورها تقویت کند. در یک رویداد ترافیکی در هند 21 تن کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. مقام های هندی می گویند که یک بس در مناطق مرکزی این کشور پس از منحرف شدن از مسیر اصلیش به دریا سقوط کرده است. آنان بی احتیاطی و تیزرانی راننده را عامل اصلی این رویداد می خوانند. ارقام رسمی حکومت هند نشان می دهد که تنها در سال 2015 بیش از 150 هزار تن در رویدادهای ترافیکی در این کشور جان دادند. سرویس خبری ما در همین جا به پایان رسید. سپاسگزارم از همراهیتان. تا دیدار دیگر. الان نگهدارتان.